به نام خدا سلام وقت شما بخیر به این ویدیو ما بر شما یاد بدون چی رقم سایت خور داخل گیتاب پابلش کنیم چی رقم اکانت گیتاب دیار کنیم چی رقم لایف کنیم سایت یعنی که آنلاین کنیم و قبل از همه چیز باید یک ایمیل آدرس داشته باشیم که با ای ایمیل آدرس خود شما لوگین شده باشیم و توسط از این ایمیل آدرس خود شما بتونیم وارد اکانت گیتاب بشیم یا اکانت گیتاب خودی بسازیم برای از این کار میبینیم اینجا ما یک ایمیل آدرس دارم به نام frontendclass2024@gmail.com ما با استفاده از ای ما که اکانت گیت اپ تیار کنم خب برای ساخت اکانت گیت باید متصل به اینترنت باشیم و وارد سایت گیت بشیم پس می به اینجا نوشته میکنیم گیت اینتر میکنیم منتظر میمونیم نظر به سرعت اینترنت شما تا که سایت گیتاب بر شما باز شد قسمی که میبینیم این سایت گیتابه که باز شد به و به با این بالا دو تا دکمه ساین این و ساین اپ وجود داره نظر به سرعت اینترنت سب میکنیم تا این دو تا دکمه ظاهر شد بعد از که ظاهر شد روی دکمه ساین اپ کلیک میکنیم چون ما ما این اکاونت تیار کنیم پس روی از این کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا این صفحه بیایه باز هم سب میکنیم می بینیم بالا میچرخه تا این کامل لود شه. بعد از که کامل لود شد میتونیم اطلاعات که از مخاستر وارد کنیم ببینیم بعضی که کامل لود شد اینجا از ما مایه که ایمیل آدرس خود نوشته کنیم ایمیل آدرس ما بود frontendclass2024 اگر به این جگاه شما ایمیل آدرس میزنیم و قبول نمی کنه یا ایمیل شما اشتباهه یا به همین ایمیل آدرس شما قبلا اکانت تیار کردیم پس متوجه باشین که وقتی ایمیل آدرس میزنیم کانتینیور که کلیک میکنیم قبول کنه یعنی تیک بخوره بعد از برای از یک رمز میدیم رمزی که اینجا میدیم پیش خود شما باشه و سعی کنیم که یاد شما نره پس به یک جای نوشته کنیم به این هم میگه که پسورد شما مثلا خیلی کوتاه باید 15 کرکتر باشه یا 8 کرکتر باشه داخل نمبر باشه عدد مثلا باشه داخل یا لور کیس لتر باشه یعنی حرف خورد باشه حرف بزرگ باشه و با همین خاطر شما پسورد که میدیم باید یک جایی یادداشت کنیم پس من اینجا یک پسورد و شما می بینید که پسورد که دادم استرانگ شد و برای از که مطمئن بشین روی از این دکمه میتونین کلیک کنیم که پسورد رو برای شما نمایش بده که چیه او رو داشت کنیم و بعد از کانتینیور کلیک میکنیم بعد از برای یک یوزر میدیم این یوزر اسم اکاونت شما میشه مثلا من می اینجا نوشته میکنم فرانت اند کلاس 2024 ببینیم اول که بود اینجا نوشته میکرد نات بل ما اگه 2024 پاک کنم میبینیم نات اوله بل میکرد یعنی که یک نفر دیگه فرانت این کلاس اکاونت برای خود تیار کرده به یوزر نیم به خاطر مثلا اسم شما اگر است فرض کنیم اسم شما است سوسن پس به اینجا باید سوسن باید تخلص خور میزنیم بازم اگر نشد مثلا سال تولد خور میزنیم با آخری و یا ای که سال 2024 نوشته میکنه یا یک عدد با آخر اضافه میکنیم بلاخره یک یوزر نمی میبینیم که اول بل باشه مثلا من فرانت اند 2024 میام اسم یوزر نمی خور میدم کانتینیور میزنم و بعد از اینجی میگه که آیا ما شما در مورد گتب ایمیل اینا دریافت کنیم من میگم کانتینیور تیکر نمیزنم بعد به این ستپ که میرسیم باید شما اکانت خور وریفای کنیم و برای وریفای کردن شما باید یک پازل سولف کنیم روی وریفای کلیک میکنیم ثبت میکنیم باز نظر به صورت اینترنت بره شما تو پازل میاره ببینیم از روی از پازل پازل ها مختلف هر دفعه متفاوته گفته مثلا گفته دو تا خودی هم مچ کنیم وقتی که این زاویه یزید مثلا به این سمته این متار را ما به همون سمت کنیم میبینید کار زاویه به اون سمت شد مثلا به این اگر باشه اشتباهه باید دقیقاً به همون که دسته به همو سمت کنیم روی سابمت کلیک میکنیم اگر صحیح باشه تیک میخوره و اگر اشتباه باشه باز برش ما چانس میده که دوباره شما همی کار انجام بدیم و بعد در آخر وقت وریفای هم باشد، روی کرییت اکاونت کلیک میکنیم تا اکاونت شما ساخته شه بعد از اینکه روی کرییت اکاونت کلیک کردیم به داخل ایمیل آدرس شما که به نام مثلا امی فرانت اند کلاس 2024 بود یک کد میره که این کد باید از این بگیریم بیایم این پست کنیم پس میرین داخل ایمیل ادرس خو میشیم و همین خاطر گفتم باید وارد ایمیل آدرس خو می میبینیم اینجا یک ایمیل ما از طرف گیتاب و ای این کد که اینجا داده ای کپی میکنیم و میبریم به اینج داخل از سایت گیتاب به اینجا پست کنیم برای کپی کردن هم شورتکات کنترل سی یا کپی میکنیم و میایم به اینجا کنترل وی میزنیم به خونه اول باشه و بعد از میبینیم که پست شد کل ازی. و بعد اکانت شما به این ساخته میشه برای شما اینجا جگاه اکانت ساخته شد و از شما یک سری چیزهای مایی که انتخاب کنیم میتونیم این دکمه اسکیپ پرسنالایزشن بزنیم تا ای که این مرایلر اسکیپ کنیم یا از اینا بگذاریم به همین سادگی اکانت گیتاب شما ساخته شد مرحله بعدی اینه که چی رقم ما میتونیم پروژه ای که داریم مثلا همین پروژه ما که به این چی کال بهش متوزی میدم چی رقم داخل گیتاب بیایم پابلش کنیم برای از این کار شما باید اول رپوزیتوری داشته باشیم در داخل گیتاب برای هر پروژه ای که میسازیم یا برای هر اساینمنت که ممکنه بعدا برای شما بدم خوب یک رپوزیتوری تیار کنیم برای رپوزیتوری تیار کردن داخل اکانت گیتاب خو میشیم ببینیم برای داخل شدن به اکانت گیتاب خوب ما از این ساین اوت میشم یک دفعه بیرون میشم برای از ای که داخل اکانت گیتاب بشیم میایم میکنیم github.com بعد که داخل گیتاب شدیم البته من ساین اوت نشدم از این بخاطر از این گپ میزنم که شما بفهمین که اگر دفعه دومی هم داخل سایت گیت اپ میشین چی رقم داخلشیم. داخل چیم. وارد ساین سایت گیت اپ شدیم اینجا میبینید دو تا دکمه ساین و ساین اپ چون شما قبلا اکانت تیار کردین و اکانت داریم اول روی ساین این کلیک میکنیم و به این جا یوزر نیم یا ایمیل خود نوشته میکنیم اینجا پسورد خود و روی دکمه ساینین کلیک میکنیم وقتی ساین کلیک کردیم اکانت شما باز میشه حالا ما این ریپوزیتوری تیار کنیم پس روی کریت ریپوزیتوری کلیک میکنیم تا یک ریپوزیتوری تیار کنیم برای از این پروژه خوب مثلا اسم از این میگذارم یک یا هر اسم خواسته باشیم میتونیم برای بگذاریم یا مثلا میگذارم پراجکت تست و بعد به اینجی توضیحات اگر خواسته باشیم در مورد همه اساینمنت خود توضیحات بدیم نوشته میکنیم خوبه که یک توضیحات کوتاهی مثلا به این جلو نوشته کنیم مثلا من می نوشته میکنم ای تست شما میگین که مثلا اصایمین اول اول دوم خوب توضیحات داشته باشه بند از ریپوزیتوری شما پابلیک باشه یا پرایوت اگر روی یک پروژه شخصی کار میکنیم میر پرایوت میگیریم ولی اگر کارخونگی ها شما نه یا پروژه دگیه که هر کس میتونه به دسترسی داشته باشه پابلیک میگیریم این دکمه ریتمی رو میتونیم تیک رو بگذاریم اگر بگذاریم برش ما یک ریتمی ایجاد میکنه اگر نگذاریم نمیکنه خوب ما تیک ریتمی رو جگام میگذاریم شما بگذاریم خوبه که ریتمی داخل از اون باشه لایسنس رو هم از این میتونیم انتخاب کنیم که به کد تحت چی لایسنس کار میکنه خب به هر حال ما به کار نداریم روی دکمه کرییت ریپوزیتوری میزنیم تا ریپوزیتوری شما ساخته شه وقتی که ریپوزیتوری ساخته میشه شما میبینیم به بی این به یالت ریپوزیتوری و انمی لین که شما میتونه برای ما روان کنیم که ما پروژه شما چک کنیم ولی تا فعلا داخل از این پروژه شما که پروژکت تسته هیچ چیزی موجود نیه میبینید یک ریتمیه خلاص که داخل نشه پراجیکت تست ایت تست خب برای از که شما داخل از این کود خور باید روی اد فایل کلیک کنیم روی اد فایل که کلیک کردیم روی آپلود فایلز کلیک میکنیم و میایم پروژه خور اینجا درگ و دراب میکنیم یا مندازانیم درگ و دراب یعنی کش میکنیم مندازانیم خب برای از این کار من میرم داخل وی ایس کود کودار برش شما نشون میدم ما قبلا یک فایل ساختم اینجا یک پروژه به نام فرانتین ساختم داخل از این اندکس داره میبینیم شما اینجا اندکس دادش تو ایمیل ساخته شده داخل از این یک عنوانی تگ مارکیو داخل اچ تی برای استفاده میشه که یک متن حرکت بده باز به اوتپوت هم میبینیم پاراگراف H2 دوی دو تا لینک ایندکس و کانتکت یک چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که میبینیم اینجا کانتکت به سی خورد نوشته شده ولی اینجا کانتکت به C کلون نوشته شده و به اینجا میبینیم فایل کانتکت ما یک صفحه دگیه محتویات از این با فرق میکنه این هم دو تا لینک داره که رو به صفحه میتونه انتقال بده و به اینجا یک لینک داره که با آدرس ایمیلی که اینجا هسته مار انتقال میده میل تو وقتی که نوشته کنیم میل تو دو نقطه بعد از نام اینجوری مثلا ایمیل آدرس خود می میکنیم مثلا اه اه یاسمین ات جیمیل دات کام به یالت میل تو که وقتی بری بدیم و روی دکمه مثلا امیل لینک یور ایمیل آدرس هر چی است کلیک کنیم ایمیل آدرس مثلا به ایمیل آدرس یاسمین ایمیل مایم ما شما روان کنیم خب به هر حال بیایم اوتپوت از ببینیم چی رقمه ما اگر برو این رن کنم شما میبینیم که این سایت من صفحه اندکس داده اشتی و به حالت ای تگ مارکیوی که این ای متن به حالت حرکت میده و این دکمه هومه و روی دکمه کانتکت می اگر کلیک کنم بینیم که صفحه کانتکت می میشه و روی یور ایمیل اگر کلیک کنم به اینجی ایمیل آدرس ما هرچی باشه میتونیم به همین ایمیل شما ایمیل بفرستیم که من فلانی کار انجام نمیدم و پس میتونیم به صفحه هوم و یا صفحه ایندکس انتقال بدیم یعنی که روی از این لینک ها کلیک میکنیم ببینید راحت کار میده و ما مایم ما کمی رو آنلاین کنو که هر کس بتونه به دسترسی داشته بشه برای از این کار باید اول فایل ها خور داخل از این بندازونیم برای انداختن فایل ها میریم بر روی از این چوز یور فایل کلیک میکنیم و فایل ها خور از داخل از موقعیت که هست مثلا من این فایل ها رو روی صفحه دسکتاپ کرده بودم شما هم موقعیت فایل ها شما مطمئنا مشخصه کجای حتما به روی فولدر فرانت اند تا از اینا رو اوپن میکنم یا انتخاب میکنم بعد از میبینیم جگاه یک خط پر میشه اپلودینگ وان اف تو فایلز نوشته یعنی در حال آپلوده. ببینیم هر تا اینجا آپلود شد بعد به از به این جگان نوشته میکنیم یک کامیت یک چیزی که چی آپلود کردیم مثلا میگم مای سایت اپلوده چه ما هر تغییرات ما یا متن ما اینجی نوشته کنیم حتی دسکریپشن هم میتونیم بدیم خب برحال کامیت چینجیز رو میزنیم دیگه کار نمیگیریم ثبت میکنیم اول کداش شما به داخل از این انداخته شده حتی اگر عکس هم داریم فولر داری داریم که داخل عکس به همین حالت فولر عکس خورم میتونیم شما داخل از این بندازونیم و عکس ها شما رو میکنه و باز هم دوباره اگه فایل دیگه هم داشته باشیم میتونیم بریم روی از این کرییت نیو فایل کلیک کنیم که باز بعدا یک فایل عکس داریم داخل از ایجاد میکنم. بعد از اینکه این کار انجام دادیم شما و اول اگر ما خاص باشم همین لینک کرد شما برای هر کس بدیم هر کس داخل از این لینک بشه ای کدا شما رو میتونه از این ببینه که شما چی نوشته کردیم پس یک بخش از اساینمنت شما انجام میشه که شما کودا خور داخل کتاب بنداخته و من میتونم کدا شما ریویو کنم برای فعلا در همیت کافیه حالا استپ بعد چی رو غمیر آنلاین کنیم برای آنلاین کردن میرن داخل سیتنگ همه پروژه خوروا میکنیم ببینید پروژه به کجا داخله اکانت خود که میشیم. هر زمانی که داخل اکانت خود بشیم به این جگاه برای شما پروژه شما لست میکنه پاپیولا ریپوزیتوریز یا داخل ریپوزیتوریز کلیک کنیم به این برای شما پروژه شما رو میاره روی از کلیک میکنیم و این پروژه شما وا میشه حال پروژه که شد میریم به بخش سیتینگ داخل تنظیمات میریم میریم به بخش پیجز روی پیجز میایم، به این جگاه ما این شما ایر آپلود کنیم پس اینجی دپلوی فرام برانچ همی تیکی گذاشته همی باشه به برانچ که نوشته اینجی را مین انتخاب کنیم این مین انتخاب میکنیم یا روت باشه این میکنیم چیزی که اینجی خیلی خیلی مهمه اینه که کدی که شما داخل عظیم اندازانیم قبل از اینکه میری سیو کنم کدی که شما به اینجی اندازانیم اسم همین فایل اصلی شما یا صفحه اومپیت شما باید حتما index.html به همین حالت به حروف خورد نوشته شده باشه حالا ببینیم کانتکت ما شاید ایرور بده حالا اگر من ران کنم شما میبینیم چون به سی کلون نوشته شده و ای بین بخش آنلاین کردن به حرف خورد و اساسه من روی ستینگ پس میام پیجز و به این جگان میگم مین ای باید مین انتخاب باشه یاد شما نره اگر مین انتخاب نیه ای باید مین انتخاب کنیم و سیو میزنیم بعد از که سیو زدیم به همین راحتی پروژه شما آلک چه کار میشه؟ آپلود میشه یا دپلوی میشه فقط کفیه که شما چند دقیقه صبر کنیم تا سایت شما آنلاین بشه و به این جیوره شما یک لینک میده که اون لینک لینک آنلاین شده سایت شما نه اندازه یک دقیقه یا دو دقیقه صبر میکنیم و بعد دو صفحه خود رفرش میکنیم صفحه که رفرش کردیم میبینیم اینجا برش لینک سایت شما رو میده خب من ویدیو رو اینجا پاس میکنم تا اینکه این لینک نمایان شه و اندازه یک دقیقه دو دقیقه صبر میکنیم قسمی که می‌بینیم بعضی که ما چند بار ریفرش کردم به اینجا سایت ما آنلاین شد و این لینک بریم ما بداد این لینک را کپی می‌کنیم کپی لینک می‌کنیم و بریم ما می‌کنیم این لینک سایت شما نه اول هر کسی که داخل از این سایت بیای روی از کلیک کنه همین سایتی که شما عمل آنلاین کردیم ببینیم همین تکستی که بود یا آنلاین شد هر کس میتونه به این دسترسی داشته باشه روی هوم اگر کلیک کنه صفحه هوم بری و میکنه روی کانتاکت اگر کلیک کنه ببینید نات فاوند میده چرا به خاطر از اینکه من بیشتر به شما بگفتم به حرف خورد و کلونی اساسه یعنی به کانتکت به سی خورد شما داخل کد خونه نوشته کردین ولی اسم فایل سی کلونه به او خاطر ایرور میده ببین ببینیم این ایرور به خاطر چیه ببینیم به اینجا ما گفتم کانتکت داده شده ایمیل به سی خورد ولی فایل ما با سی کلون نوشته شده پس این چیزا برای عکس برای فیلم برای ویدیو برای فایل HTML برای همه چیز متوجه باشیم که اگر این سی کلون این سی کلون باشه ولی خوب اسم فایل ها خود همه به سی خورد یا به حروف خورد نوشته کنیم میرن سی خورد میکنم حالا اگر که ما سی خورد کردم به نظر شما تیار میشه بریم ببینیم که آیا این سی خورد کردیم تیار شد پس میریم این جگاهی رفرش میکنیم دوباره این سایت آنلاین ما بود میبینیم هنوز تیار نشده دلیل اینه که ما لوکلی ورسی خود کردیم یعنی داخل کامپیوتر خود خود رو ماسی خود کردیم ولی داخل از گیتاب رو ما تغییر ندادیم برای از که تغییر بدیم باید داخل خود گیتاب بشیم یاد داریم دیگه میرین داخل گیتاب دات وقتی گیتاب دات کام رفتیم این صفحه برای شما میاره روی پروژه رو کلیک میکنیم و حال ما اینکه ما به اینجی داخل از ای پروژه همه کانتاکت ببینین سی و کلونه این سی خود کنیم برای از کار هر تغییری که ماستیم روی کلیک میکنیم و میایم اینجا این میتونیم شما رینیم کنیم بری رینیم کردن روی از قلم کلیک میکنیم بعضی که قلم کلیک کردیم اینجا میتونیم اسم از سی خورد کنیم یا تغییر داری داخل کد خواسته باشیم میاریم مثلا اینجا گاهی را میگم کانتکت می پیج به خاطر از اینکه شما با فهمه تغییرات آوردون و روی کامت چنجز کلیک میکنیم کامت چینجز میزنیم بعد از اینکه زدیم آل اگه سی خورد شد و آل که برین سایت خور آنلاین کنیم یا لینک آنلاین رو باز کنیم شما میبینیم که به این جگاه برای ما داخل پیجز حالا که باید مشکل رفع شده باشه روی از این کلیک میکنیم این رفرش هم میکنیم که مطمئن بشیم این سایت لود شده حالا روی کانتکت میکلیک میکنیم هنوز هم این تغییرات به آلت آنلاین دپلوی نشده ممکنه تغییراتی که داخل کود خو میاریم یک چند دقیقه طول بکشه تا ای که به این تغییرات به این دپلوی شده ورژن دپلوی شده بیاید پس به خاطر صبر میکنیم چند دقیقه بعد از دوباره امتحان میکنیم حالا ببینیم روی کانتکت کلیک کردیم لینک باز کرد و به حالت میتونیم به صفحه اندیکس و صفحه کانتکت می ترانزیشن داشته باشیم پس به حالت شما میتونیم که کدا خورد یا پروژه خورد داخل گیتاب پابلش کنیم و داخل گیتاب پیجز میتونیم سایت های استاتیک خورد آپلود کنیم و در آخر دو تا لینک که میکنیم یکی لینک و یکی هم لینک خود کودا شما نه که برش ما اول بگفتم بریم این دو لینک به تلگرام با ایدی تلگرام که بریم ما دادم روان میکنیم این آدرس کودا شما نه یکی این آدرس روان میکنیم و یکی آدرسی که داخل پیجیت به این جگاه برش ما گتاب میده کان ورژن آنلاین شده کودا شما نه خب حال ما که یک فایل دیگه که داخل یا عکس هم باشه بیاین داخل ازی پروژه بندازیم و یک تغییرات داخل کد خو میاریم چی رقم تغییرات باز دوباره داخل گتاب پابلش کنیم برای از کار پس دوباره داخل کد میرم به قسمت کد میاییم و از این ای فایل میبینیم که کانتاکت و ایندکس و داخل از این میبینیم دو تا لینک مال تغییراتی که برای از آوردم رو برای نشون میدم ببینیم اینجا ای یک تغییرات دارم به نام یک فایل جدید به نام بلاک دات اچ تی ام ال داخل از این بلاک دات اچ اچ یکیه اچ دویه پاراگرافیه و یک ایمیجیه ایمیج به داخل پوشه ایمیجز داخل ازی به نام یک دات 25 دو و photo سه یعنی ست تا اکس اینجا می و هر تا اکس داخل پوشه به نام قرار داره پس ما هم ای و هم هی بلاگ داخل ازی داخل کتاب و به اینجا میبینین ست تا لینک ایجاد شد قبل اینکه که دو تا بود حالی یک بلاگ هم اضاف کردم و این بلاگی که اضاف کردم به هر, به هر, پیج هر دو پیج اندکس و کانتکت هم اضاف کردم وقتی این کار کردیم سیف میکنیم و وقتی سیف کردیم حالا وقت از این که بیاین داخل گتاب پابلش کنیم پس برای پابلش کردن میریم داخل ویز داخل گتاب میشیم و به این قسمت روی پروژه کلیک میکنیم و میایم روی اد فایل کلیک میکنیم آپلود فایل میزنیم و از این قسمت میایم فایل ها رو دوباره انتخاب میکنیم ایده هم فایل ها رو انتخاب میکنیم به خاطر از اینکه تغییرات آوردیم بری و همه رو انتخاب میکنیم پیالت و اوپن میزنیم بعد از اینکه اوپن زدیم به اینجا میبینیم که فایل ها ما آپلود میشه دونه دونه آپلود میشه و بعد, بعد از اینکه آپلود شد اینجی میایم روی کامنت چنجز میزنیم کامنت چنجز به اینجی پروسس میکنه و فایل شما رو آپلود میکنه ببینیم حال فایل ها آپلود شد و به روی سیتینگ اگر بریم به قسمت پیجز اگر بریم و به این جیبر شما سایت شما رو لک دیمو جدید در میده برای شما روی کلیک میکنیم و چند لحظه صبر میکنیم و ریفرش میکنیم تا اینکه تغییرات که آورده بودیم به این ظاهر شد و او تغییراتی بود که یک بلاگ هم به اینجا اضافه کرده بودیم اون بلاگ که اینجا ظاهر شد یعنی که سایت شما دپلوی شده چند دقیقه صبر میکنیم و ویدیو رو پاز و بعد از دوباره رن بکنیم شما میبینید که سایت شما به این جگاه تغییرات اضاف شده قسمی که میبینیم تغییرات اضاف شده و روی بلاگ اگر کلیک کنیم به اینجی برای ما بلاگ باز میشه ولی اکثر به اینجا نشون نمیده دلیل از اینکه اکثر نشون نمیده چیه بیاین که بریم اول خود شما داخل کد ایر برای شما بگم و ببینیم خب میفهمین شما که این عکس ها که نمیکنه ممکن عکس ها آپلود نشده باشه میایم ببینیم چه کار شده داخل گتاب پس میشیم پس بینجی داخل گتاب خو میشیم و به این قسمت میبینیم شما که ریپوزیتوری شما هسته و به اینجی فولدر به نام ایمیجز آپلود نشده به خاطر از اینکه ما وقتی هم فایل رو انتخاب کنیم فولدر به این حالت آپلود نمیشه فولدر با باید به یک حالت دیگه آپلود کنیم پس می روی آپلود فایلز کلیک میکنیم وقتی روی آپلود فایلز کلیک کردیم به یاد اگر بریم فولدر خود انتخاب کنیم که آپلود کنیم ببینیم وقتی ما بیام اینجا بگم ایمیجز فولدر از زیر کامل بیاد تو آپلود کن این فولدر رو باز میکنه و برای از اینکه فولدر کامل آپلود کنیم باید بیایم به داخل پوشه ایمیجز به هر جایی که هست مثلا داخل فرانت به این موقعیت قرار داریم همین پوشه رو کامل کش میکنیم برای از این درگ و دراب گفته میشه می میکنیم میاریم به این قسمت دراپ میکنیم یا رها میکنیم آلک منتظر میمونیم که پوشه ایمیجز همراه با سه تا اکس به اینجا اپلود شد بعد از که آپلود شد کامیت چینجز میزنیم و میبینیم شما که به داخل ازی یک فولدر به نام ایمیجز آپلود شد و اگر برین داخل سایت خو به قسمت ستنگ به روی پیجز میریم و به اینجی شما باید حالا سایت خور ببینیم بازم صبر میکنیم داخل بلاک میریم صبر میکنیم چند لحظه رفرش میکنیم تا اینکه تغییراتی که داخل کد آوردیم داخل ریپوزیتوری آوردیم به این جمع تغییرات اعمال شه قسمی که پیشتر دیدیم حدودا یک دقیقه صبر میکنیم تا تغییرات به اینجا اضافه شه قسمه که میبینیم یه دفعه که من رفرش کردم اکسام به این چگاه لود شد و لینک هم, هم به صورت درست حال کار میکنه من میتونم به صفحه کانتکت بروم به صفحه هوم بروم به صفحه بلاک بروم و به صفحه بلاک هم میبینیم شما که اکسار هم بریم نمایش میده خوبی بود از طریقه اپلود کردن پروژه شما داخل گیتاب و طریقه آنلاین کردن از او موفق باشیم خدا نگهدار